اینجا تهران و من نه تحت عنوان خبرنگار باشگاه خبرنگاران جهان. بلکه این بار به عنوان یک خبرنگار آمریکایی بین مردم رفتم تا واکنش اونها نسبت به صحبت‌های قابل تأمل مقامات آمریکایی که سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو به عنوان یک تروریست معرفی کرده بودند ببینم. سردار مملکت ما تروریسته، یعنی چی؟ سوالتون هم دقت کنید وقتی که میپرسید از ما اسم سردار رو بذارید روشه، نه اینکه تروریست. اون سردار یه دونه بود، یعنی یه ایران بود و یه سردار سلیمانی، یه دنیا بود و یه سردار سلیمانی، هیچ کس نمیشه با اون مقایسه کرد. بگید که جنرال قاسم سلیمانی درست ازش نام ببرید. وقتی که یه نفر داعش رو از وسط برمیداره، داعشی که زنان و کودکان و سرشون رو میبریده، منظورتون این آدم تروریست میشه؟ چه جوریه؟ حاجی رهبر اجازه بده گفتم که به قرآن به حضرت عباس دو هفته اونجا رو خرابش میکنه رو سر ترام طافه چمه راحت بشه. لعنتی تروریست؟ کدام تروریست؟ کدام تروریست؟ قاسم سلیمان آیا تروریسته؟ We had put it in the blacklist of the United States. بلکلیست آمریکا بود میگه. باشه، هر کی تو بلکلیست آمریکاست من یه تروریسته. آمریکا برای با چه اصولی برای همه دنیا تصمیم میگیره؟ مگه ایشون کی هستن؟ آمریکاست که جنگ اولین بمب بر اتم زده. جنگ‌هایی که آمریکا شروع کرده. He was a terrorist man. نه، حاج قاسم فقط مدافع مظلوم بود. تروریست زاده آمریکا و اسرائیل. Was that who spent your money in Syria, Lebanon and Gaza? مگه اون کسی نبود که پول شما رو برده لبنان و سوریه و غزه هزینه کرد؟ طبیعتاً خب اگر این اقدام هم اگر صورت می‌پذیرفت در راستای صلح جهانی و صلح منطقه بوده. United States official said people of Iran or Iranian had pushed by government in the streets for funeral bodies Qasem Soleimani. What do you think about this? یک انسان کشته شده بود، با اون ایرانی بود، با اون یک سرباز برای کشورمون بود و همین باعث شد با تمام اختلافاتمون مردم این درک رو داشته باشن و خودشون با پای خودشون با قلب خودشون وارد این عرصه بشن و حضور واقعا باشکوهی هم داشتن. آماری بین 5 میلیون و 7 میلیون نفر رو قطعا نمیتونستید با زور، یعنی کسی رو از خونش بکشونید بیرون. مگه چند تا کارمند یا کارگزار داره نظام که این همه آدم رو بتونه تو خیام بکشه؟ بچه کوچیک، زن، مرد، پیر، جوون، همه اینایی که اومدن از اشک چشماشون و حالاتشون میتونستید بفهمید که با قلبشون اومدن. این گزارشی بود برای کسانی که سعی میکنند از هزاران کیلومتر اون طرف کره زمین از زبان این مردم حرف بزنن. اما این روزها حرف 80 میلیون ایرانی فقط یک چیزه.